تدابیر دولت برای سامان دادن به بازار سکه و ارز همطور که میدونید چند روزی است که بازار سکه و ارز دچار نوساناتی شده و میشه گفت دلالان و واسطه‌گران با شایعات میدانداری میکنند وزیر اقتصاد امروز که به میان خبرنگاران آمد از تدابیر دولت در حوزه اقتصاد خبر داد یکی از اینها تایید نهایی مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی و دومی در خصوص ساماندهی بازار ارز بود آقای حسینی وزیر امور اقتصادی دارایی الان در استودیوی خبر 14 حضور دارند آقای حسینی زمین عرض سلام و خیر مقدم خدمت شما بفرمایید جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی چیه و از چه زمانی ان قرار ابلاغ بشه بسم الله الرحمن الرحیم بنده خدمت حضرت علی و همه هموطنان عزیز بیزون نیکان و محترم سلام عرض میکنم همونطوری که اشاره فرمودید شورای پول اعتبار مصوبه ای داشته در خصوص بسته سیاستی نظارتی پولی و بانکی من ابتدا ارز کنم که این بسته سیاستی نظارتی زمان نداره یعنی مادامی که با این که در واقع شورای پول اعتبار تغییری نده ملاک عمل خواهد بود زمان اجراش هم از زمانی خواهد بود که رئیس کل بانک مرکزی اون رو ابلاغ بکنه ولی مطابق رویه های معمول رئیس کل بانک مرکزی از رئیس جمهور استعلام کردن در خصوص اجرایی مصوبه و آقای رئیس جمهور هم فرمودن که من اید برای اجراش نمی بینند مصوبه با ابلاغ آقای رئیس کل عملیاتی میشه که انقریب این اتفاق میفته من خلاصم ارز کنم این که این مصوبه در واقع میشه گفت که سود علل حساب تسهیلات رو 21 درصد تعیین کرده و در خصوص سود سپرده ها این رو به اختیار بانکا گذاشته ده. ده. طبعا میشه گفت همون چیزی که جناب جنابالی اشاره کردید علل نمیتونه سود سپرده ها از سود تسهیلات بیشتر باشه ده. ولی در واقع دقیقترش به این ترتیبه که خدمتتون عرض کردم طبعا نرخ سود اوراق مشارکت نرخ سود گواهی های سپرده خاص و عام هم بر همین اساس تعدیل میشه که به نظر میشه میرسه جذابیت در بازار پول افزایش پیدا میکنه که حالا انشالله آقای بهمنی همکارم جزیات بیشتر رو در اختیار شما و سایر همکارانمون تو رسانه قرار میدن متشکرم به حال تشریف دارید شما در کنار ما و ما هم می‌خوایم از معذرتتون استفاده کنیم سوالا زیاده در مورد ارز بازار ارز امروز جناب و چند روز قبل هم وزیر صنعت اعلام کردند که تمام نیازها را از طریق ارز مرجع برطرف بله. میکنند شما امروز هم اعلام کردید که وضع ما از نظر ذخایر ارزی نسبت به سالهای قبل خیلی خوبه پس این آتش کاذبی که در بازار به وجود اومده چه بله. به چه میبینید من ارز بالا بله. من یه جمله دیگه هم به فرمایشات جناب اضافه کنم که نه تنها ذخایر ما خوبه بلکه مازاد درآمدهای ارزی ما امسال نسبت به سالهای قبل کم نزدیک خب نکته های اهمیت هم اینه که تا به امروز بانک مرکزی بیشتر از عملکرد واردات ارز عرضه کرده پس علل کمبود کم بوده عرضه ارز هم وجود نداشته نده. برای آینده هیچ نگرانی وجود نداره ما با توجه به از موی اتفاقاتی که افتاد چند تا تصمیم گرفتیم یه تصمیم اینه که تمام نیازها ام از ارز مورد نیاز برای واردات کالاها برای خدمات و حتی برای اون بخش از صادر کنندگانی که میخوان در قالب اعتبار فروش انجام بدن رو تعمین میکنیم هیچ مشکل نداریم اما چرا این اتفاق افتاده به نظر ما میرسه که ممکنه یه بخشی از این ارز رو ایده خوب خارج کرده باشن و از اون مهمتر ایده برخی از این ارز رو کنز یا احتکار کرده باشن ده. وقتی کنز یا احتکار کرده باشن وقتی این اتفاق میفته و همراه میشه با یک فضا سازی برای من به عنوان یک کارشناس اقتصادی عجیب بود که در شرایطی که ما دو روز تعطیل داشتیم در روزهای تعطیل یک سایتی بیاد نرخ نمایی بکنه آه. و متاسفانه یک خبرگزاری نسبتا رسمی بیاد پیامک بزنه و یه نرخ دروغ رو مطرح کنه معنیش اینه که ادهی اومدن این ارزها رو خریدن حالا که مرتاده میکنن و متوجه میشن دولت از سیاست و در واقع استراتژی اونها تبعیت نمیکنه به دنبال این هستن یک فضای روانی ایجاد کنن یه جو کاذب ایجاد کنن یه نرخ دروغی رو حاکم کنن و این چیزی رو که احتکار کردن گرونتر بفروشن که قطعا ما با سیاست و این توطئه و در واقع این اخلال اقتصادی رو خنثی میکنه در واقع یه نرخ گذاری بود دقیقاً همینطور هم ببینید ما وقتی که بیشتر از نیاز کشور حتی, حتی... حتی البته اصلاح باید بکنیم ارز ارز کردیم و به اندازه کافی ارز داریم و مطرح می کنیم هر کسی حتی مسافرت میخواد بکنه ما ارزش رو می کنیم چه دلیل داره در روزی که معامله ارزی صورت نمیگیره و شبکه رسمی تعطیله به صورت غیر رسمی یه سری نرخ کازه بلام کنن و حالا به دنبالش مثلا یه سری بیان این حرفا رو بزنن که دولت کسری بودجه داره میخواد افزایش نرخ ارز بده که من همینجا ارز میکنم دولت کسری بودجه ندارد این سال‌های گذشته بودجه رو اداره می کند و چنین سیاستی رو هم دنبال نمیکنه و این رو یک افترا و تهمت ما میدونیم و حتما حق پیگرد قضایی رو برای خودمون هم محفوظ میدونیم. بله. جناب حسینی آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی امروز اعلام کردن که ارز در 48 ساعت آینده تک نرخی میشه. بله. در مورد این سیاست و نرخ جدید ارز توضیح بدید بله. برای بینند ببینید طی چند ماه گذشته بانک مرکزی دو تا نرخ اعلام میکرده یک نرخ مرجع یا رسمی بوده مثلا این نرخ امروز حدود 1130 تومان اینها اگر اشتباه نکنم یک نرخ عرضه در بازار فرعی یا بازار مثلا مناطق آزاد داشته 1400 تومان ما بررسیمون حکایت از این داره که این سیاست اگرچه در یه مقطعی میتونست مناسب باشه ولی در ادامه کار قطعا سیاست مناسبی نیست بند. لذا آقای رئیس کل بهشون اختیار داده شده این اختیار رو دارن که یک ارز رو انتخاب کنن یک نرخ رو انتخاب کنن قطعا این نرخ بین این دوتا خواهد بود و اصلا این چیزایی که دنبالشن برخیا چنین نرخی نخواهد بود که اونم انقریب اعلام میکنند بله امروز در خبرها هم داشتیم حالا ما از فرصت استفاده میکنیم که نرخ ارز در واقع پایین اومده قیمتش آه. پایین اومده در مورد اینم توضیح بفرمایید ببینید خب اولا اینکه یکی دو روز تحت... سکر به خصوص یکی دو روز تعطیل بود وقتی که این تعطیلی اتفاق افتاد برخی از این خلای شاید اطلاع رسانی استفاده کردن حالا الحمدلله فضای فراهم شده تصمیمات شفافتر اعلام شده طبیعی است که به میزانی که ما ممارستمون رو نشون میدیم نرخ کاهش پیدا میکنه در سکه, سکه متاسفانه حباب وجود داره اصلا این قیمت هایی که مطرح میشه کاملا قیمت های کاذب حبابی است خود بانک مرکزی الان داره پیش فروش میکنه سکه رو یه چیزی زیر 700 تومان یا این عددهایی که گاهی مطرح میکنن کاملا یه نو در واقع میشه گفت کلاهبرداری محترمانه است ما به توصیه ریسکل بانک مرکزی بایستی توجه کنیم با کار بانک مرکزی توجه کنیم این نرخ همون که امروز اعلام کردن 120 تومن کاهش پیدا کرده من میخوام بگم اصلا اون چنین نرخی وجود نداشته که 120 تومن کاهش پیدا کرده مطمئنا مجبور میشن وقتی که ببینن این دروغه دروغشون رو هی اصلاح کنن و بیاد به همون نرخی که بانک مرکزی واقع اعلام نرخ کنن. واقعی نبوده در اصلا این چنین انیام... چیزی نیست نه اصلا تفرق. چنین چیزی وقتی که شما میتونید به بانک مرکزی مراجعه کنید پیش خرید بکنید چه دلیلی دارد این نرخ رو در واقع اعلام کنن علتش این که یه سری با یک همه اومدن یه مقداری خریدن حالا که موقع تحویل شده میخوان اون چیزی رو که خریدن به قیمتی که خودشون مد نظرشونه بفروشه که قطعا بانک مرکزی اجازه نمیده و ما هم تو دولت از بانک مرکزی حمایت میکنیم که سیاست های پولی ارزی کشور و تنظیم بازار طلا به گونه ای صورت بگیری که به مردم اچهاف نشه با سپاس فراوان از شما آقای حسینی وزیر محترم امور اقتصادی دارایی برای حضورتون در این گفتگو در بخش خبری 14